میگن سانا زعفرانی ها، به میگن سانی. این که کی بودیم و چطور شدیم بی خیالش. گسولن کار عقبه، بده بینیم کار چیه. از اسب افتادیم ولی از اسب نیفتادیم. بابا من بدبختم بیچارم. اکبر زاغار پوشی، بچه درس خون بودم، ننه بابا داشتم، هنوزم دارم. آره بابا. سلام 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 به همگی، صبحتون بخیر. من امروز یه خبر خیلی خوب و خیلی مهم دارم، اونم اینه که یلدا خانم ما با دعای خیر شما حالش خیلی بهتر شده. منم این قول از همینجا بهتون میدم که به محض اینکه یلدا از بیمارستان مرخص بشه پیگیر کارهای خانه روشنا میشم. من شک ندارم اینجا قراره یه مدرسه شبانه روزی خیلی عالی بشه، کلی دوست جدید قراره بیاد اینجا. اما من امروز گفتم که این ویدیو رو براتون بگیرم به خاطر اینکه میخواستم یه نکته مهمی رو یادآوری کنم. مدرسه شبانه روزی مثل بسته ارزاق و کمک هزینه درمان نیست، واقعا احتیاج به حمایت خیلی جدی داره. به همین خاطر میخواستم ازتون خواهش کنم مثل همیشه با نیتهای خیرتون، با قلب مهربونتون کنار ما باشین، از ما حمایت کنین، خودتون، دوستاتون، آشناهاتون، اگه واقعا شرایط اینو دارین که مثل پدر و مادر کنار بچه‌های بی سرپرست و بد سرپرست ما باشین، واقعا اینو از ما دریغ نکنین. به من تو خصوصی پیام بدین، من منتظر پیاماتون هستم. تو خصوصی بچه‌ها به من پیام بدین. مرسی از همگی. مرسی. غزاله جانم، تو واقعا شک نداری؟ به چی عزیزم؟ به اینکه پول جور میشه دیگه، خودت هم که الان گفتی. ببین بسته ارزاق و کمک هزینه‌های درمانی نیستا، یه مدرسه است، اونم شبانه روزی، بوردینگ سکول. ببین ناهار داره، شام داره، خرج لباس بچه‌ها هست، خرج دوا درمون هست، ماشاءالله یکی دوتا هم نیست. میدونم. خب میدونی چرا الان هیچی نگفتی راجع به کمالی؟ میگفتی شاید که پیدانشو دوباره حمایتمون میکرد. عزیز دل من، تو مگه نمیبینی تو فضای مجازی همینجوری دارن پشت سرمون چی مینویسن؟ کافیه اینم بگیم دیگه، هیچ کس بهمون اعتماد نمیکنه. خب پس میخوای چی کار کنی؟ چجوری این همه پولو میخوای به دست بیاری؟ جور میشه، تو قصه نخور. ببین فقط من الان کار دارم، باید برم چند جا سر بزنم. خب امروز زحمت کلاس بچه‌ها با تو. قصه نخوری ها. خدافظ. من امروز اومدم اینجا که از شما کمک بگیرم، هم هزینه عمل یلدا هست هم تجهیزات مدرسه. مشکلی نیست، نگران نباشید. در مورد هزینه عمل یلدا که بیمارستان وقفی زیاده، شما میتونید ببرینش به یکی از این بیمارستانا. نامش هم با من. در مورد تجهیز مدرسه هم من باید بهتون بگم که میتونم هماهنگ کنم، همکارا از نیات موقوفات آموزشی کمکتون کنن. بهتون خبر. خیلی لطف میکنی، خدا بهتون سلامتی بده. سلامت بشین، خواهش میکنم. راستی خواهم سلامتی، در مورد چیزایی که توی فضای مجازی نوشتن شما دیدین، خوندین؟ بله متاسفانه میتونم حدس بزنم که کار کیم هست، ولی به هر حال نمیشه تهمت زد. من کاملا حق با شماست.
باید بهتون بگم که شما به این حرفا توجه نکنید. به نظر من به مسیرتون ادامه بدید. از قدیم گفتن قطاری که ایستاده سنگ نمیخوره. خیلی لطف کردید. با اجازهتون ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون. بریم به سلامت. با اجازه. خدا نگهد. راستی خانم سماواتی، قضیه وقف خونه چی شد؟ کارهای اداریش همش انجام شده ها، فقط منتظر امضای وراثه. اگر میخوایید در حرفای مجازی رو ببندین، به نظر من باید سریعتر یه کاری بکنید. وقف نامه که بیاد رو دیوار اون خونه، تمام حرف حدیث هم از بود. والا کارهای انحصار ورثه این خونه هنوز تموم نشده. بابا اینا که اون برن، منم اینجا دست تنهام. ولی چشم، به محض اینکه این شلوغ پلوغی ها تموم بشه، من انجامش میدم. انشالله. با اجازتون، ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله. بعد از ایشون ناراحتم. به من دروغ نگفت ولی راستش هم نگفت. اصلا من کاری ندارم، به هر دلیلی نمیخواسته بقیه بدونن چه اتفاقی افتاده. ولی من حق داشتم بدونم. منی که همه جوره پای خانه روشنا وایساده بودم. چند تا پای دوم داریم؟ خیلی هم عالی، پس از پای دوم شروع میکنیم. کتاب فارسیتون رو باز کنین. درس 10 صفحه 64. خاله جون باز کردی؟ نه. ببینم. شما اسم چی بود؟ حسن. آقا حسن شروع کن. هنرمند. دیشب من سرگرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت من دوست دارم فرزندم پولدار باشه. من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد، یک هنرمند خوب. من با خوشحالی گفتم پس من برای این که هنرمند باشم سعی می کنم نقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم. پدر گفت فکر نون کن چه خربازه آبه. خانم اجازه؟ جونم خاله. فکر نون کن که خربازه آبه. به انگلیسی معنیش میشه چی؟ موجه کیا بداو. خب اینی که الان شما گفتین یعنی چی؟ یعنی نمیدونم. میشه اینو به هندیش هم بگین؟ هندیش چی میشه معنیش؟ موجه کیا بداو. بچه ها هر زبونی ضرب المثل خودش رو داره، براش نمیشه معادل پیدا کرد. حسن جون شما ادامه بده. پدر گفت دخترم همکاری که با دقت و فکر انجام شود هنر است. مثال اگر تو بتوانی سفالگر سفالگر بشوی و با گل چیزهای زیبا بسازی هنر هستی. هنرمند هستی. قالی بافی هم هنر است، عکاسی هم هنر است، بازی هم هنر است. عزیز دلو دختر نوزان
چیمه روزه بچم آوردن؟ چرا به من خبر نمیدی؟ من باید دهن مردم بشتم. خیلی خوب صداتی بیار پایین، ما بفهمم کی به تو گفته دهنش به هم دوزا. سکت باش، سکت باش، بچه تازه خوابیده. خیلی خوب، چه خبرت اینجا چه غلطی میکنی؟ اومدم ببینمش، برش دست پول آوردم باباشم. آره برو حرف بزن باباشم، باباشم گل بکنه تو خودت تو سرت وقتی بکش برو برو. من که بدون اکو بزو بچه‌مو ببینم. صداتی بیار پایین، تازه خوابش برده. برو بیا. خیلی خوب ببینم چی میگی. نگاه کن اکبر، یعنی به جان یلدا قسم بفهم و بروز تو این بچه از خانه کشیدی روزگارت سیاه میکنم. این دفعه بیا آتیشت بزنم اکبر. بروز به من بچه دادی؟ من که منو سنگ قلاب کردی؟ من خودم رفتم بالامو چور کردم؟ بعد اون موقع تو قضای جونت وقتی نمیتونی بچه نگهداری به من چه ربطی داره؟ باشه تو راست میگه، هرچی تو میگی درسته. الان فقط راه تو بکش از اینجا برو، دست از سرمون به چم بردار، از این بچه فاصله بگیر. برو کنار بذار باد بیاد بچمه. مرتی که زاغار تون روز توهم زده بود که یلدا بچه منه، این فریبا دزدیدتش. هرچی بهش گفتم نرو، اصلا به خرجش نرفت که نرفت. دیوونه. بله با مصرف اون مواد هر توهمی ممکنه. من که اون بنده خدا رو ندیدم، ولی با توصیفاتی که از فریبا خانم شنیده بودم معلوم بود که انواع و اقسام توهمات رو تجربه کرد. زدن. غزالم که جواب نمیداد، من بدبخت باید همش جواب میدادم. زنگ زدم بهش بگم بابا جوابشون رو بده، گناه دارن. بعد گفتش که اومدیم کلانتری، مثل این که رفته بود از اکبر شکایت کنه. از صبح تا الان 10 بار بهت زنگ زدم. خب چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ بابا گوشیم سوخت انقدر مامانت اینا زنگ زدن. خب تکس میدادی، یه تکس هم نمیتونستی بدی. من الان فریبا رو فرستادم دیگه، اومد خونه. نه خودم میرم سمت بیمارستان. فقط ببین امروز شنبه است، من اصلا فراموش کرده بودم ما شنبه ها به بچه ها غذا میدیم. ما نه نه نگران نباش، امیر عباس حواسش بود رفته نهار بگیره. فقط یه چیزی، با این دختر معتاده چی کار کنم؟ سانی هم که طبق قانون مامان جونی نباید بیاد خونه، ولی من شنبه ها باش کاری ندارم، بذار بیاد غذاشو بخوره. آره عزیزم، آره. اوکی اوکی، مراقب خودت باش. خدافظ.
که با من حال نمیکرد، ولی مشتی بود. من هر روز بچه ها رو رأس ساعت میبردم اونجا، دو ساعت درس و مشقشون رو میخوندن، دوباره میرفتم سراغشون، میبردمشون سر کار. وقتی میرسیدیم دم در خونه، هر جا که بود یه داد میزد دست و بالتون رو بشورین، برین سر کلاس بشینین تا خاله غزاله بیاد. این خونه قانون داره. به در میگفت دیوار بشنوه. این آخریا تازه داشت با ما گرم میگرد. یادش بخیر. بچه ها این خونه قانونه. برین دست و صورتاتون رو بشورید. اسم اصلی چیه؟ ساناس. ساناس؟ اینو برای غزاله بافتم. چند سال افتاده تو کمد، الان هوا سرده، به پیشت رو گردن سرما نخوره. دست شما درد نکنه. مبارکت باشه. به سلامت. که هنوز زنده بود دست یکی از بچه ها سیگار دیدم، بد جور زدمش. بچه ها بهش آمار دادن، اولش شاکی شد، ولی بعد که فهمید سری چی زدم صدام زد. اولین بار بود که گذاشت پاهم بذارم تو ایام. چای تا داغه بخور، روز گرم شی. دست شما درد نکنه. چند سالته؟ 27. چند وقت پدر مادر تو ندیدی؟ مثلا کی گفته که ما ننه آقا داریم؟ از قیافت معلوم سر سفره پدر مادر بزرگ شدی. آره ندیدمشون. از همون 7-8 سال پیش که دیگه دلم نمیخواست منو این ریختی ببینن، دیگه ندیدمشون. اصلا این حرفا رو ولش کن. شما خودت خوبی؟ من خوبم. دلم میخواد تو هم خوب باشی. تو دختر خوش قلبی هستی. سعی کن خودت رو اصلاح کنی. حالا چی شده افتاده تو این برنامه ها من نمیدونم. نمیخوامم بدونم. اگه یه روزی خونت هم مثل دلت پاک شد، جا توی خونه است. حالا اگه مثل نوه هم نباشی، به اندازه فریبا دوست دارم. مثل خواهرم اینجا با هم زندگی میکنی. بخور چای تو. امو جون بیا. بیا عزیزم. قشنگم. کجایی؟ بگیر. بیا خواه کنیم. ممنون باباشم. یک و دو. آی سلام هم بیا. بیا تو بگی. سلام خانم دکتر، احوال شما؟ بشینی بشینی، غذا بخوریم بعدا میبرم. خوبه. سلام.
سلام لاله جان، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ بهتری؟ خوبم خدا رو شکر. یکم ناراحتم. چرا؟ چی شده مگه؟ والا امروز در کلاس یکی از بچه‌ها یه جوری با ذوق و شوق راجع به دزدی حرف می‌زد، اصلا موندم یه لحظه. داشتم فکر می‌کردم غزاله این همه زحمت می‌کشه، از بهترین امکانات خودش گذشته، اصلا فایده‌ای داره؟ آره عزیز من، چرا فایده‌ای نداره؟ ببین اصلا غزاله برای چی اومد این مدرسه سر و شبانه روزی کرد؟ به خاطر همین چیزا. فقط ما باید یه کاری بکنیم. باید بیاییم سطح تماس این بچه‌ها رو با دنیای بیرون، با چیزایی که به اونها آسیب می‌زنه، با خطراتی که اونها رو تهدید می‌کنه، بیاییم کم بکنیم. خب؟ یعنی کار ما همینه، وظیفه ما همینه. حالا کدومشون؟ اون کابشن آبیه. آه کابه است. ببین کابه یه پسر نابغه، اینقدر با استعداده که اگر تو مسیر درستش قرار بگیره این پسر خیلی موفق میشه. ولی همین آدم اگر که تو مسیر درستش قرار نگیره معلوم نیست که چی از آن کرد. کاوه جان عزیزم، ببین امروز رفتی بیرون کارتو انجام دادی، من تا غروب هستم. قبل اینکه بری خونه بیا باهات کار دارم، میخوایم با هم حرف بزنیم. چقدر فروش کردی؟ چیزیه، من 5 تا دستکش فروختم، دونه 50 تومن میفته 250 تومن. باریکلا، پس امروز خوب فروش کردی. بله. رفتی مترو؟ بله. مشکل که پیش نیومد؟ چرا دیگه، داشتم دستکش میفروختم به یه مرده که گفت پولشو ندارم. از اون دستکشر گرفت، گفتم بده یه چک زن. منم رفتم به حراست گفتم که بیام ببرنش. امروز که میدونی چند شنبه است؟ بله دوشنبه است. یه داستان من میگم، داستان شما. آفرین. حالا تو شروع میکنی یا من؟ شما. من شروع کنم؟ بله. باشه. ببین اون قصه ای که میخوام تعریف بکنم تا الان برای هیچ کی نگفتم. منم قول میدم که به کسی نگم. آفرین. تو هم قول بده که به کسی نگم. چشم. من وقتی که چهارم دبستان بودم یه دوست صمیمی داشتم به اسم آرزو. خب بعد آرزو یه بار یه جعبه پر از برچسب آورد مدرسه. خب اومد به بچه ها نشون داد، گفت که اینا رو بابام برام آورده، آوردم که شما ببینید، به شما نشون بده. همه بچه ها دورش جمع شدن و اینا، گفت که خیلی خوب بچه ها، الان از این برچسبه که من مشخص میکنم مثلا میتونی اینا رو بردار، ولی دست به اینا نمیزن. خب من چیکار کردم؟ وقتی که شروع شد دقیقا رفتم یه دونه از همون برچسبایی که گفت کسی بهش دست نزنه رو برداشتم. ببین اومد نگاه به جعبه کرد، یه دفعه گفت که کی این برچسب سوباسای منو برداشته؟ عصبی شد داغون. بعد منم گفتم که خدای چی بگم چی نگم، قول کرده بودم، استرس داشتم، گفتم اگه بفهم من برداشتم هم دوستیم باهاش خراب میشه، هم بچه ها به نگاه هم این بابد که هرچی تو معرسه کمشه میگن چی بود سلام یه دو. آفرین آفرین. هیچی دیگه، منم به رو خورم نیاوردم، ولی استرس داشتم. ببین تا وقتی که میخواستم برم خونه استرس داشتم، تا رسیدم خونه یه صندلی داشتم، یه صندلی از این کوچولو ها. خب اینه که بچه ها میشه. آفرین. بعد برچسب رو بازش کردم، چسبوندم به اون صندلیه، گفتم که خیلی خب، نه دیگه میتونم اون برچسب رو پس بدم، نه دیگه حس عذاب وجدان دارم، دیگه تموم شد، دیگه برچسب مال من شد. خب گذشت این اتفاق، گذشت، هیچ وقتم دوستیم با آرزو به هم نخورد. بعد هی اون برچسب اومد جلوتون. آفره. ببین من هرچی میرفتم میمدم این آینه دق جلوی چشم بود. تا 10 پیش توی کتاب خونه خیلی اتفاقی دیدمش، گفتم ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم. اون موقع من یه برچسب از اون برچسب هایی که نمیخواستی به کسی بدی برداشت. بهش گفتم ببین یادت اون روز یه جعبه آوردی پاره برچسب؟ گفت آره. گفتم که اون برچسب رو با سر من برداشتم. و
بعد شروع کرد به خندیدن. گفتم که ببین شاید گذشته، هم تو بزرگ شدی هم من بزرگ شدم، یه کاری از روی بچگی کرده باشیم. بحث کینه نیست، بحث عذاب وجدان بود دیگه. بهش گفتم و بعد از اون دیگه خیلی خیالم راحت شد. هر بار که میدیدم اون برچسب رو گفتم آخش، بالاخره بهش گفتم. اگه بهش نمیگفتم اصلا شاید تا آخر عمر این حس عذاب وجدان با من بود، ولی این داستان رو به کسی نگفته بودم. منم نباید به کسی. تو هم نباید به کسی بگی. حالا تو چی میخوای برام تعریف کنی؟ هیچی دیگه. ما هم یه روز میخواستم برم سر کار. تازه اومده شده بودم. مامانم لباسام آورده بود، غذام آورده بود. تازه شام شد، دیدم چند نفر قد بلند اومدن تو خونه. با یه تفنگ، نفری توی دستشون یه تفنگ، اومدن تو خونه. دستا بالا، دستا بالا اومده بودن که مثلا به جرم این که کسی تو محله ما کلا خرابه، اومده بودن اونو بگیرن، اون یه نفر رو. اشتباهی چون همسایه بغلیمون اومده بودن، رفته بودن تو خونه ما. اومده بودن بالا، گفته بودن بلند شو، اون یه نفرم به نسبتا همسن من. اونو مثلا میخواستن ببرن که منو میخواستن ببرن، یو یکی از ماموراشون اومد که آقا بیان، اشتباهی اومدی. خب اون لحظه چه حسی داشت؟ حس ترس. خیلی ترس. خیلی. بعد تو چی میگفتی به پلیس اون لحظه؟ من کپ کرد و همون دیدشم نگاهشون میکرد. فقط باشون میکرد. خب بعد تو از اون روز تصمیم گرفتی که تصمیم گرفتم اون حروم در نیم. آفری. از اول چی کار میکردی؟ من از اول تو دفتر سازی کار میکردم. خب بعدش هم فروشندگی کردم. باری کرده. بعدش هم یه تو مزدودم دستکش میفروشم. دیگه یه حسابی مردی شدی برای خودت. دستت تو جیب خودت. خیلی حس خوبی داره نه؟ بله. ولی خسته کننده استی. چرا؟ از صبح میری شب میای، هم سرده هم گرمه. اینجوری دیگه خسته کننده. قدیمی ها یه اصطلاحی دارم میگن، تو سرد و گرم روزگارو چشیدی. میدونی یعنی چی؟ بله، یعنی هم تو سرما هم تو گرما کار کرد. آفر، سختی کشیدی، نون حلال داری در میاری. این خودش خیلی حس قدرت داره. بله. خیلی خوبه. هر روز که میگذشت بیشتر میفهمیدم که غزاله داره چی کار میکنه، بیشتر متوجه میشدم که چرا اون همه امکانات اون برای آب ول کرده اومده توی خونه و محله. فقط حیف، حیف که بعضی رو نذاشتن. میگم یه یاروی هست بعد جوری بند کرده به غزاله. هر وقت عکسی فیلمی تو این صفحه شخصیش میذاره لیچار باره این بیچاره میکنه. یارو؟ آره یارو. اینا یعنی چی یارو؟ این چه طرز حرف زدنه راجع به کسی که نمیشناسی؟ آزادن آدم ها هر نظری دارن میان زیر هر مطلبی بنویسن، چه اشکال داره؟ بابا در مورد یارو دارم صحبت میکنم. یارو تو اصلا هر وقت این دختره رو میبینی از این رو به اون رو میشی. شما چرا هر وقت اسم این بنده خدا رو میارم کهیر میزنی؟ بله من کهیر میزنم. چرا؟ به همه هم میگم، نه از خودش خوشم میاد نه از مادرش. مثل که یادت رفته چه بلاهایی سرت آورد. آره 10 سال نتونستی هنو خودتو جمع جور بکنی پسر. تو رو خدا مادر من انقدر تکرار نکنیم موضوع رو. ای بابا من که اینجا نشسته بودم سرم تو کار خودم بود، تو باشدی اومدی آی تفلک آی بیچاره. چرا این کارا رو میکنی؟ اصلا به من نیومده دو کلون با مادرم صحبت کنم. من نمیدونم این دختره چیه که اصلا اسمش میاد ما مادر و پسر اینجوری با آتیشی میکنه به هم میندازه. زنگ بزنگ دو تا غذا بیارن، 2 ساعت دیگه نگی گشنمه. کوف بخورم من، نمیخوام. مؤدب باش. فاش که خیلی خوب شد.
شده. امیدوارم طعمش هم مثل قیافش خوب باشه. خودم وقتشه ها دیگه. از اون حرفا نداشتیم ها. حواسم هست. خیلی خب، حالا پشم برگردم بکشم. مامان جون اذیت نمی‌شدیم؟ پلا رو میرفت بالا پایین. آشپزخونه رو نمی‌برد بالا. بنده خدا یه دفعه همش میرفت بالا پایین، بالا پایین. مامان جون بود دیگه، اخلاقای خاص خودشو داشت. بعدش هم میگفت دوست نداره بوی غذا بپیچه تو خونه، تردیگار خونش روغنی بشه. حالا این که خوبه، اواخر که نمیدونم یادت هست یا نه، یه سری تو پله ها خورد زمین، شانس آوردیم لگنش نشکست. کاش میشکست. چی؟ کاش میشکست. نه منظورم اینه که کاش میشکست با عموم سفر رو نمیرفت، لاغل الان پیشمون بود. وای لاله تو رو خدا، من تازه از این حال هوا اومدم بیرون، تو شروع نکن. غذا بخوریم. یکیش این برای امیرعباس دیگه. خدا هم تو رو بهت میگه ماما. ببخشید، حالا خوبه تو براش غذا کشیدی؟ نه خب بنده خدا از صبح تا شب سرپا بود، تمرین ساعت داشت، همش این ور تمرین تئاتر. میگم لاله، من که میدونم ته دلت چه خبر. خب ولی احیانا اگه میخوای بلیتتو کنسل کنی، البته به خاطر من، پیش پیش به خودم بگو که در جریان باشم. ترشی بخور، خیلی خوشمزه است. بیا کاش فریبا هم از این غذا میخورد بعد میرفت. نه نه ممکن، هر چی بهش گفتم نمون تا فهمید دارم بیمارستان نیست. دایی شارو کلا کرد توی رفت. به بچه آمپول زده بودن دیگه، خواب بود، کاری نداشتم اونجا. مادر دیگه دلش طاقت نمیاره. این همونیه که بهش غذا کشیدی، تمرین تئاتر داشت، خسته بود. به هیچ کس نباید چیزی میگفتم. هیچ کس نباید میفهمید شهلا چه نقشه‌ای کشیده. خودم باید حلش میکردم، فقط خودم. این دفعه باید نشون میدادم که منم بلدم نقشه بکشم. سلام مهرداد. آره نه نه چیزی نشده. راستش من میخوام ببینمت فردا، هر ساعتی که تو راحت باشی. خوبه؟ آره آره اونجا هم خوبه. خیلی خوب، پس میبینمت. نه گفتم که چیزی نشده، فردا با تو صحبت میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خدا اینجاست، خدا آبی تر از آرامش دریا.